100 سال است که افغانستان مستقل شده. این استقلال 100 ساله برای مردم کشور چه ثمراتی داشته است؟ سلام. در افغانستان به طور سنتی روز استقلال با جشن‌های مردمی همراه بوده و صحنه‌هایی آفریده که در کشورهای دیگر کمتر می‌بینیم. شاید به نحوی متناقض زیستن در جنگ و نابسامانی است که مردمی که در این تصاویر می‌بینید را به شادمانی در سالگرد استقلال در سال‌های پیش واداشته. آیا در خاطره جمعی این مردم جنگ‌های پیاپی با تلاش برای حاکم شدن بر سرنوشت خود و حفظ استقلال گره خورده؟ جواب این سوال و سوال‌های مشابه را اگر نمی‌دانیم حالا در 100 سالگی استقلال افغانستان زمان مناسبی است برای پرسیدنشان. استقلال افغانستان در واکنش به چه چیز بود؟ و این استقلال از اون زمان برای این سرزمین و مردمش چه به بار آورده؟ اگر 100 سال پس از استقلال افغانستان دولت متمرکز ملی که نماد استقلال هر مملکتی است بر بخش مهمی از خاک کشور حاکم نیست و اگر این دولت در مذاکرات بر سر آینده کشور حضور ندارد، آیا می توان با خوشبینی از ثمرات استقلال 100 ساله اسم برد؟ همایون تاج، تحلیلگر مسائل افغانستان، میگوید استقلال افغانستان گران به دست آمده و به همین دلیل گرامی داشته می شود. اما عزیز حکیمی، ناشر و تحلیلگر سیاسی، در مورد فهم رایج از استقلال تردید جدی دارد و میگوید زمان اون رسیده که در افغانستان فهمی نو از مفهوم استقلال تسری یابد. خیلی خوش آمدید آقای تاچه. به ما بگید که ثمرات این استقلال 100 ساله برای مردم کشور چی بوده؟ خدمت شما باید عرض شود که استقلال افغانستان زمان حصول شد که افغانستان تحت یک نوع استبداد خانوادگی از یک طرف در داخل و زیر سلطه نفوذ دولت بریتانیای وقت که در سرزمین شبه قاره هند حکومت میراندن قرار داشت. زمانی که هند هنوز مستقل نشده بود. جنبش آزادی خواهی در افغانستان از درون خانواده سلطنتی تحت رهبری شاهزاده امان‌الله آغاز شد و با توأم با یک نوع مشروطه خواهی که عبارت از به دست آوردن آزادی های حداقل مدنی در جامعه خود افغانی بود، میرن به طرف حصول استقلال سیاسی. خب اولین مانع بر گرفتن اصول استقلال سیاسی خود دربار سلطنتی در چهره امیر عیاش حبیب الله خان بود. به او خاطر بود که او را به صورت سر را برداشتن و در قدم بعدی به صورت یک جانبه استقلال خود اعلان کردند. در زمان حاکمیت امیر امان الله خان دستاوردهای بسیار معین به مردم افغانستان برمغان می آزادی های مدنی است، حکومت قانون است و آهسته آهسته نمونه های از رشد اقتصادی و فرهنگی در جامعه به دست می آید. اما به صورت متاسفانه این دستاوردها از جانب ارتجای داخلی با همکاری ارتجای بین المللی سرکوب می شه و فرصت رشد بعدی زیر نمی تن برشان. خب شاید سوال در اینجا پیدا شود که این چی ضرر داشت برای ارتجاع منطقه و مخصوصا با ارتجاع بین المللی که مانع از رشد یک کشوری که تازه به استقلال رسیده شوند. یکی از دلایل عمده شاید میتونه بگه که امی انگیزه بودن از زی برای جنبش های استقلال طلبانی سایر کشورهای تحت استعمار
و در عین زمان یک نوع چون موقعیت جغرافیایی افغانستان خودش مخصوصا بین دو ابر قدرت وقت که تا به امروز متاسفانه این وضعیت هنوز هم اهمیت خود از دست نداده، یعنی بفر بستید بودن افغانستان بین روسیه تزاری او زمان و امپراتوری بریتانیا، این خودش باعث از این میشد که توجه خاص در مورد این کشور صورت بگیره تا مانع از استقلال واقعی این سرزمین در منطقه شود. و به او خاطر است که افغانستان بعد از تقریبا 10 سال به یک دوره سیاهی دیگه سقوط میکنه و هرچند دوران سلطنت امیر امان الله خان زمینه های رشد سیاسی و فرهنگی را که پایه‌گذاری کرده او تاثیرات معین خود در جامعه میگذاره، ولی بعد زایل میشه. بعد زایل میشه. آیا بعد از این دوره کوتاه واقعا ثمرات استقلال در افغانستان دیده میشه یا اینکه نه قول شما همون دوره بود و افغانستان بعد از اون دیگه چیزی از این استقلال به دست نیاورد، ترفی نبست از این استقلال؟ چرا نه؟ ما با جرات گفتم میتونم که ثمرات استقلال تا به امروز هم نشانه هایش ما در جامعه میتونیم پیدا بکنیم. همین قبلا که عرض کردم رشد شعور سیاسی در جامعه، ایجاد نهضت های مختلف، آزادی خواهی، مخصوصا نهضت مشروطیت که بعد از امان الله خان که خودش تقریبا در رأس مشروطیت اول قرار داشت و بالاخره در مشروطیت دوم هم سهم داشت، بالاخره این وقتی که سرکوب میشه این به مشروطیت سوم تبدیل میشه و در نتیجه این مبارزات مشروطه خواهی شعور سیاسی بیشتر گسترش پیدا میکنه و بالاخره نیروهای وسیع در جامعه به خاطر مبارزت دارای عدالت، آزادی و رشد اقتصادی و اجتماعی در جامعه ظهور میکنن که تا نیمه قرن 20 این نیروها سرتاسری میشن، مخصوصا ما اونا رو در چهرهای احزاب چپ سیاسی و نیروهای راست که امروز هر کدام به صورت مستقیم در وضعیت جاری کشور نقش خود دارن. شما موافق هستید آقای حکیمی که نهضت‌های آزادی خواهانه بعدی، نهضت‌های اصلاح طلبانه بعدی از جمله چند موج جنبش مشروطیت، اگر این استقلال نمی بود ممکن بود این نهضت‌ها هم اصلا به وجود نیاد؟ بله طبیعتا من موافق هستم که چنین این نهضت‌ها و خیلی از جنبش‌های مختلفی که در افغانستان بعد از استقلال به وجود آمد ناشی از فضایی بود که خود استقلال به وجود آورد، ولی بخش بزرگ از شکست اونها هم ناشی از برداشتی بود که ما از استقلال داشتیم. به نظر من 100 سال مدت زیادی است که بعد از استقلال و 100 سال ما باید میتونستیم ثمره های از اون نه فقط در تئوری و یا شعار و یا آرزوهایی که بیشتر وقتا هنوز هم دست نیافتنیه، هنوز هم ما فکر میکنیم ما میخواییم مثلا مکتب خوب داشته باشیم، شفاخانه خوب داشته باشیم، اقتصاد ما بالا بره، روابط تجاری با کشورهای مختلف داشته باشیم، روابط اقتصادی داشته باشیم یا دیپلماتیک، اینها بخش زیادی از اینها هنوز هم آرزوهاییه که بیشتر مردم افغانستان میفهمن که امکان دستیابی به اون نیست. و بنابراین سوالی که مطرح میشه اینه که چطور ما بعد از 100 سال که از استقلال ما میگذره ما هنوز نتونستیم به چیزهای خیلی عادی که کشورهای دیگه میرسن و دست پیدا میکنن چرا نرسیدیم؟ ما برداشت ما این هست که تعریف ما از استقلال و او جایگاهی که ما بر استقلال قائل هستیم در افغانستان و به اون نوعی که ما به استقلال رسیدیم به نظر ما خیلی تاثیر داشته در این که ما نتونستیم به این آرزوها و به یک زندگی عادی به اصطلاح اجتماعی و یا یک جایگاه عادی بین المللی برسه. این ایراد چیه در مفهوم استقلال؟ به نظر من من فکر میکنم که طوری که تاریخ هم نشان میده، یعنی شما حتی نشانه های از رو شما امروز در بین سیاستمدارای افغانستان میبینین، در تاریخ گذشته میبینین، استقلال ما یک نوعی همراه با احساسات همیشه تعریف کرده و نتیجهش این شده که استقلال برای مردم افغانستان تبدیل به هدف شد.
یعنی اینکه مثلا همین جشن‌هایی که شما اشاره کردین ناشی از این هست که بیشتر مردم افغانستان فکر میکنن و واقعا معتقد هستن، طوری که آقای تاج اشاره کردن، که استقلال یک دستاورد بزرگی بود. ولی استقلال یک ابزار بود، استقلال فقط برای ما یک زمینه را فراهم میکرد و یا یک فضای را فراهم میکرد که در درون از او شما بتونین اهداف خود را تعریف بکنین و بعد راه های دستیابی به او اهداف را هم بسنجین. ما مطلقا چنین چیزی را ما در بعد از استقلال افغانستان ما نداشتیم و این مشکل بزرگیه و تا حالا هم نداریم. تا حالا هم شما رؤسای جمهور افغانستان رو ببینین، سیاستمدارای افغانستان رو ببینین، هر از گاهی میاین خود استقلال و به اصطلاح دستیابی به استقلال و اینکه چطور ما به استقلال رسیدیم تا به حال جزء افتخاراتی هست و یا جزء شعارهایی هست که سیاستمدارها برای تحریک افکار عامه یا تحریک احساسات عامه میدن. یعنی چی؟ یعنی هنوز هم از استقلال به عنوان یک ابزار استفاده میکنن و تا زمانی که ما با از استقلال به عنوان یک ابزار استفاده کنیم و نه یک وضعیتی که در اون میتونیم هدف خود را ما تعیین بکنیم فکر نمیکنیم. در ابتدا شما گفتید که ایراد در این بود که استقلال شد یک هدف، در صورتی که فکر میکنید یک ابزاره. الان دارید میگید که سیاستمدارها به عنوان ابزار ازش استفاده میکنن. منظورتون چیه دقیقاً؟ نمیفهمم. ببینید هر دوش تقریبا یکیه. منظور من این است که وقتی شما یک ملت وقتی فکر میکنه صرفا به استقلال رسیدن یک هدف است، خب افتخار از او به همو محدود میشه، طوری که ما در افغانستان میبینیم. ما در جایی هستیم که حتی بعضی از سیاستمدارهای ما واقعا باور میکنن که ژاپن و افغانستان در یک روز استقلال گرفتن. واقعا چنین باوری وجود داره، در حالی که ژاپن هیچ وقت مستعمره نبوده که استقلال بگیره. ولی چون بحث استقلال، برداشتی که از استقلال وجود داره در بین مردم، در بین عام، سیاستمدارها همیشه از این به نفع خود استفاده کردن، همیشه آمدن و تعریف استقلال کردن. بسیار خوب. اگر سوال رو اینجوری بپرسم که وقتی شما میگید که استقلال صرفا تبدیل به یک هدف شد و نباید چنین میشد، به ما بگید که اگر نباید هدف میشد باید در خدمت چی طرح میشد، در خدمت چی قرار میگرفت این استقلال؟ به نظر من اولین کاری که باید انجام میشد بعد از استقلال اینه که ببینیم استقلال ما میفهمیم به چه صورت. اول اینکه اینو در نظر داشته باشیم که استقلال از بالا به پایین در افغانستان آمد، یعنی این شاه افغانستان بود که به قول خودش شمشیر برهنه به کمر بست و گفت که من افغانستان رو مستقل میکنم و مثل هر کشور دیگه. چیزی نبود که توده یا مردم عام هنوز به او محتاج باشن. این بسیار دو چیز متفاوت است، درست؟ بعد وقتی که ما استقلال رو به دست آوردیم، ما تنها مشکلی که ما با انگلیس داشتیم مسئله سیاست خارجی ما بود، یعنی سیاست خارجی ما دست انگلیس ها بود و ما فقط اون رو گرفتیم. به ما گرفتن این سیاست خارجی به دست خود ما این فرصت را فراهم کرد که ما بتونیم از نظر اقتصادی، اجتماعی و همه آموزش و تمام کارهایی که یک کشور مدرن میخواهد انجام بده ما برنامه ریزی های درستی داشته باشیم. ولی این برنامه ریزی ها در سطح ماند، در حرف ماند، هیچ وقت عملی نشد. دقیقا اگر بخوام خیلی خلاصه بگم، به نظر میسای حکیمی میگن که استقلال در خدمت توسعه قرار نگرفت و به این معنا میگن ثمراتش رو نمیبینیم. خب آقای حکیمی استقلالشون منطق خود داره، اما من میخواستم از اینجا شروع بکنیم که خود استقلال چی معنا داره. بله. استقلال عبارت از آزادی کشورها بر خاطر برای اداری کشورشون است. بله. تا اینا توانمندی تصمیم قدرت تصمیم گیری داشته باشن. بله. بر سرنوشت خودشون حاکم باشن. بله. کاملا. و در عین زمان استقلال خودش یک، اگر ما تا این استقلال سیاسی رو تعریف کردیم، در حالی که خود استقلال انگیزه های بسیار دیگه داره که عمدتا انگیزه های اقتصادی در پسر از این افت است. اگر ما به تاریخ کمک نگاه بکنیم که برای اولین بار خود مفهوم استقلال در زندگی سیاسی جوامع بشری از کدام تاریخ ای خود به اصطلاح برجسته ساخت. بله. ما فکر می کنم که اگر اشتباه نکرده باشیم ای از اعلامیه استقلال امریکا می تانیم ایره مرحله نوین از ایره یادآوری بکنیم که در اعلامیه استقلال امریکا موجب ایجاد ایالات متحده امریکا شد که از تاریخ 4
جولای 1776 به این طرف اون این روز باعث روز آزادی امریکا خیلی از جنبش‌های استقلال طلبانه الهام داده الهام داد کاملا انگیزه اعلام استقلال خودش کاملا انگیزه های اقتصادی داشت او محدودیت های قانونی را که دولت مستعمره انگلیس والای امریکا بله برای تعرفه های غیر عادلانه کاملا اینا را باید باعث فشار اقتصادی بالای مردم امریکا میشد و اینا ناگزیر شدن که در اینجا به خاطر استقلال سیاسی خود داخل اقدام شدن عین موضوع ما در مورد افغانستان هم میتونیم ببینیم ما همونطور بیشتر عرض کردم استقلال افغانستان از اعلان استقلال افغانستان این زمینه ها را کاملا برای مردم افغانستان آماده ساخت دولت رفت در راه تامین چنین روند ایجاد روند رشد جامعه اما بنابر موقعیت خاص استراتژیک جغرافیایی افغانستان این عملی نشد تفاوتی که من بین شما و آقای حکیمی میبینم این است که همونجوری که در بخش اول صحبتاتون هم گفتید این حرکتی که توسط شاه امان الله شروع شد این به واسطه مقاومت به قول خودتون از جانب ارتجاع داخلی و خارجی ناکام موند در صورتی که آقای حکیمی میگن یک ایراد اساسی در خود دیدگاه مردم افغانستان و الیتش نخبگانش از مفهوم استقلاله طوری که فکر میکنن که به استقلال رسیدیم این یک هدفیه حتی خیلی از اهداف دیگر رو در سایه قرار میده و به همینجا ختم شده این دو نگاه متفاوته ایشون به نظر میاد درونی میبینه پیوند نخوردن استقلال با توسعه رو شما بیرونی میبینید عوامل خارجی رو بیشتر مؤثر میدونید من مطلق نمیسازم عوامل خارجی رو اما یک چیز میخواستم عرض بکنم شاید تفاوت دیدگاه ما با آقای کمیدی باشه که اونا هدف تعریف میتن برای استقلال و مخصوصا اگر هدف چون مسئله استقلال افغانستان باشه اما ما میگم استقلال در حالت استمرار باید باشه این رشد باید بکنه شما نمیتونید استقلال سیاسی رو بگیرین در اینجا توقف بدین این باید در پالی خود استقلال اقتصادی رو برمغان بیاره استقلال فرهنگی رو برمغان بیاره و دیگه حیات مدنی جامعه رو متاسفانه در افغانستان عامل اساسی جلوگیری یا از رشد استقلال استمرار استقلال در افغانستان تا به امروز ادامه داره موقعیت جوپولیتیک افغانستان است رقابت های کشورهای قدرت های منطقه‌ای و قدرت های بین المللی است بله شما نظرتون چیه آیا این موقعیت جوپولیتیک و رقابت های منطقه‌ای بین المللی که مانع میشه استقلال پیوند بخوره با توسعه در حد مسلما در همه کشورها نقش داره اما مسئله مشکلاتی که کشورها با همسایه های خود دارن افغانستان تنها نیست هندی مشکلات داشته ایرانی مشکلات داشته عراق داشته تمام کشورهای منطقه و به خصوص حتی آمریکا هم داشته یعنی آمریکا هم در زمانی که استقلال خود می گرفته طبیعتا مشکلات حالا شاید متفاوت ولی در کم و بیش مشکلات داشته که مانع از توسعه می شده من فکر میکنم این نوع برداشته که ما داریم در افغانستان و در سیاست افغانستان یک کلیشه‌ایه که متاسفانه به ما اجازه میده یا به بیشتر سیاست مدارای افغانستان تو به حال اجازه داده که ناکامی هایی را که داشتن به پای عوامل بیرونی برسن ولی با وجود از اینکه من عوامل بیرونی را من انکار نمیکنم ولی شما در مقابل او عوامل بیرونی حداقل باید مهارت‌های درونی یا قدرت‌های درونی خود را توسعه داده باشه و بعد بگن اوکی قدرت‌های درونی ما کاری را که ما کردم در مقابل عوامل بیرونی به اندازه کافی قوی نبود ولی من تلاش خود کردم مسئله سر ایزیست که من مطمئن نیستم و معتقد هم نیستم که افغانستان به او اندازه‌ای که ما فکر می‌کنیم عوامل بیرونی روی تمام مشکلاتش تاثیر داشته و تمام مشکلاتش ناشی از عوامل بیرونی بوده. من چنین چیزی معتقد نیستم. بله. آقای تاج ما در برنامه پرگار چند سال پیش بحثی در مورد استقلال و مفهومش در میان ایرانی‌ها هم داشتیم و یکی از مهمان‌های اون برنامه اون هم گفت که درک رایج در میان ایرانی‌ها از استقلال کارآمد نبوده. گفت که دو شعار مهمی که در جنبش‌های قرن بیستم در ایران بوده استقلال و آزادی اینها به هم پیوند نخورده و همیشه استقلال سایه انداخته بر آزادی آیا نمیشه گفت افغانستان هم
استقلال خواهی سایه انداخته بر مثلا آزادی خواهی؟ ما فکر میکنم با اون شکل که دوستای ایرانی استدلال میکنن، مشکل است که ایران ما در جامعه افغانی انطباق بتیم این وضعیت. اما خواهی نخواهی آزادی ممدتا که اگه اطلاق شود به آزادی های داخل یا روابط داخل جامعه که چگونه آزادی هایی داشته باشن، آزادی های مثلا بیان، آزادی تشکیل سازمان های سیاسی، آزادی رسانه ها امثال هم، اگر ما منظور ما چنین آزادی هایی باشه، خب در شرایط کنونی اگر گذشته نسبتا 70 سال او طرف بگذاریم امی 20 سال اخیره، خب ما از تمام آزادی ها برخوردار هستیم. بله. اما استقلال اقتصادی نداریم. ما منظورم از پس دوباره میایم سر از اون مطلب که عوامل داخلی و خارجی. درست است که عوامل خارجی در رشد یک پدیده، در رشد و یا در اطالت یک پدیده میتونه که نقش تعیین کننده داشته باشه. اما بازم من تاکید میکنم سر این مسئله خاص افغانستان، سی الگوی دیگه ایران، ترکیه همزمان بودن مثلا زمینه های رشد جوامی، چرا دو کشور رشد کردن اما افغانستان نتونست، حتی به شدت عقب گرد کرد. موقعیت جوپولیتیک افغانستان و رقابت هایی که بین قدرت های منطقوی و جهانی بالای مسئله افغانستان بود جریان داره و هنوز هم شاید در آینده هم این موقعیت بتونه که افغانستان هم صدمه بزنه و هم در یک فرصت مناسب قرار بده. در ایران و ترکیه هم قدرت های بزرگ اومدن و نقش بازی کردن، اما نه به شکل افغانستان. فکر میکنین نه به شکل نه به شکل افغانستان؟ شما ببینید بازی بزرگ به چی معناست، فارورد پالیسی به چی معناست. خب این تاریخ است، ما باید در مورد کشور خود بدانیم، در مورد افغانستان منطقه. چرا افغانستان عقب مانده است؟ چرا افغانستان یک کشور مستعمره نشد؟ هند آمد استعمار کرد، تمام شبه قاره هند گرفت، بریتانیا ببخشید، اما در سرحد افغانستان که سرحد خود ساخته ای ترمز شد. روس به مو ترتیب از بالا آمد روسیه تزاری تا فقط سرحد افغانستان تا دریای آمو. چرا این سرزمین تحت اشغال قرار ندادن؟ برای از اینکه اینمی موقعیت از اینا رو با فرصت ساختن، نخواستن که یک در واقع بافر زون شد، یعنی یک منطقه حائل بین دو قدرت که هیچ یک از اینا نمیتونستن واردش کاملا بشن. ولی آیا مفهوم رایج از استقلال در کشورهایی چون افغانستان راه نمیده به بیگانه ستیزی؟ یعنی اگر شما استقلال رو فارغ از چیزهایی چون آزادی خواهی در نظر بگیرید، اون وقت تعبیرتون این خواهد بود که من میخوام دیگران کاری به کار من نداشته باشن، دخالت نکنن. خیلی هم میگن کنه جنبش طالبان در جنوب هم همین بود دیگه، طالبان اومد گفت که ما بر نمیتابیم یک دولت مرکزی رو، ما بر نمیتابیم یک قدرت همسایه رو، اینها همه بیگانه هستن و ما میخوایم بر سرنوشت خودمون در این منطقه خاص حکومت کنیم، سرنوشت خودمون رو به دست بگیریم. یکی گروه های سیاسی معینه از استقلال و از جلوگیری از نفوذ بیگانه بخواین که ایره برابرداری بکنن، یک وسیله است، یک ابزار است، به خاطر توجیه کردن حرکت خود. فکر نمی کنید این ناشی از درک رایج از استقلال باشه؟ ما انکار نمی کنم در جامعه افغانستان چنین درک تا حدود وجود داره که استقلال یعنی بیگانه ستیزی، اما نه او یک بیگانه ستیزی را که در مجموع نفع بکنن از تاثیرات مثبت از او. نمونه بسیار واضحه، ما شما 20 سال اخیر افغانستان در نظر میگیریم که با برداشت یک تعداد از مردم افغانستان تحت اشغال قرار داره، بیگانه ها در افغانستان قرار دارن اصلا، اما همین بیگانه ها زمینه رشد هر نوع رشد بر افغانستان آماده ساختن، اما آزادی ها را ضمانت کردن و هم زمینه رشد اقتصادی را میسر ساختن، هرچند نه بسیار وسیع. پس این بیگانه ستیزی چی معنا داره؟ متوجه هستم. همین 20 سالی که آقای تاج ازش نام میبرن باعث نشده که در افغانستان این فهم مربوط به استقلال که شما میگید فهم کنه است تا حدی زایل بشه و جاشو بده به یه فهم نوعی، برای اینکه به گفته آقای تاج بیگانه ها خارجی ها اومدن و حدی از توسعه رو آوردن و در واقع با
حضورشون در این مملکت تضمین کردن که آزادی ها هم حفظ شه، حقوق زنان هم حفظ شه، و این قاعدتا باید راه باز بکنه برای شکل گیری درک درستی از استقلال دیگه، یعنی صرف بیگان ستیزی ازش تعبیر نشه. نه طبیعتا من از اولا فکر نمی کنم که افغانستان حداقل به طور عمومی، حالا ما میتونیم بگیم که استثناءاتی وجود داره در بین بعضی از گروه ها، بین بعضی از افراد و یا ایدئولوژی ها ممکن هست که درکی که از استقلال داشتن به بیگان ستیزی بیانجامه، ولی در کل من فکر نمی کنم، یعنی جامعه افغانی فرق نمی کنه از کدام قوم باشن، در کلیت خود برداشتش از استقلال به بیگان ستیزی ختم بشه، چنین چیزی نیست. اما برداشتی که اونا از استقلال دارن باعث شده که در حال حاضر با وجود مثلا صدها هزار نیروی خارجی که در افغانستان آمدن و هنوز هم هزاران نفر از او باقی مانده، شما میتونه تأثیرات نوعی شرم از پذیرش این نیروهای خارجی در افغانستان را شما در سخنان تک تک سیاستمداران ارشد افغانستان ببینید. شما میتونید هنوز هم بریم ببینید که مثلا آقای کرزی چطور صحبت میکنه، آقای غنی چطور صحبت میکنه در رابطه با حضور از اینا، به یک رقمی که به انگلیسی براش میگن عذرخواهانه. ما بسیار بعید میدانم که صحبت های رسمی را که در حضور مخصوصا مردم عوام صورت میگیره این کاملا صحبت های واقعی باشه که اینا در یا همون خواست واقعی خودشان باشه. منظورم درست است، ولی پس رسیدیم به همین موضوع، پس رسیدیم به همین که تعریفی که ما از استقلال داریم پس بنابراین متفاوته. نه، به خاطر از این متفاوته که رهبر یک کشور، رئیس جمهور یک کشور مجبور هست یک سیاست بزرگی را در کشور خود اعمال کرده مثل حضور نیروهای خارجی بیاید برای مردم خود توجیه بکنه، حالا با هر لحنی، به این معناست که برداشت اونا از استقلال متفاوت است. تعریف استقلال هیچگاه تغییر نمیکنه، برای اینکه شما هم بیشتر عرض کردم اراده یک جامعه در اداره کشور باید باشه و قدرت تصمیم گیری و قانون گذاری داشته باشه. افغانستان یک کشور مستقل است، عضو سازمان ملل متحد است و قدرت تصمیم گیری داره، قانون اساسی داره، لوی جری مشورتی خود دیروز پریروز دایر کرد و حضور نیروهای خارجی در افغانستان بر اساس امو موافقتنامه شورای امنیت ملل متحد به خاطر کمک به مردم افغانستان و نجات مردم افغانستان از وضعیتی که 20 سال پیش بالاشان حکومت میکرد. این جای عذرخواهی یا پوزش خواهی از جانب سیاستمدارها نداره، ولی در این حال میگید که وقتی مخاطبانشون مردم هستند سعی میکنن یک جوری توجیه کنن. سوال اینه چرا؟ فرهنگ جامعه، عقب ماندگی جامعه اینا رو وادار به چنین حرکات وادار میسازن، در حالی که در اصل نباید چنین باشه. اینا باید هرگاه جامعه قدرت هضم این مسائل داشته باشه باید رک و راست برشان بگن، و ما مطمئن هستم که در عقب برداشت های چنین این چنینی جامعه هم این ذهنیت های خودشان نیست، ذهنیت هایی است که از درون علاقات معینه، شاید امو علاقات ارتجایی که ما نمیخواییم که بسیار نیروهای خاصی در جامعه خاص دامن میزنن به این تصورات استقلال. یه بحث خیلی مهم در ارتباط با استقلال افغانستان این است که با چه هزینه‌ای به دست آمد. هیچ استقلالی به خصوص اگر از قدرت‌های استعماری بزرگ گرفته بشه بدون هزینه نیست دیگه، مثل اون ضرب المثلی که انگار از دهان شیر چیزی رو میکشی و به این خطر و ریسک در پی داره دیگه. من که دایره المعارف یا دانشنامه بریتانیکا رو قبل از این برنامه نگاه میکردم ببینم که در مورد این تاریخ ها چی میگن، دیدم در مورد جنگ سوم بریتانیا و افغانستان دانشنامه بریتانیکا میگه که این در مجموع یک پیروزی برای بریتانیا بود، بریتانیایی که در هند بود، برای اینکه از نو تایید شد و رسمیت یافت اون خطکشی که تحت عنوان دیورند مطرح شد. از نگاه بریتانیکا به این ترتیب استقلال افغانستان برای بریتانیا بد تمام نشد، سود برد ازش.
که معنیش این است که هزینه بود برای افغانستان. چنین هست؟ چنین هزینه داشت واقعا؟ به طور رسمی بله، به طور رسمی خود انگلیس ها معمولا در تاریخ خود میگن که یک شکست کوچکی بود اما یک پیروزی استراتژیک بزرگ، به دلیل از این که بیش از ببینید در جنگ دوم افغان انگلیس وقتی که افغان ها در واقع شکست خوردن، انگلیس ها قبول کردند که سیاست خارجی افغانستان را به عهده بگیرند، یعنی اختیاردار از او بشن و در مقابل روسیه و ایران از افغانستان حمایت بکنند، یعنی مستمری بدن. بله و مستمری بدن و به نوعی تحت الحمایه شد افغانستان. در جنگ سوم که اتفاقا همین دو روز بعد ششم می صدومین سال آغازش است که تا ماه آگست طول کشید، انگلیس ها شکست خوردند در این جنگ و بعد پذیرفتند که به افغانستان به اصطلاح استقلال بدن، ولی در خود معاهده صلح راولپندی یعنی در واقع یک متارکه شد، شکست هم نبود، متارکه شد و معاهده صلح راولپندی که امضا شد در مابین از او چیزی از استقلال و یا مسئله ای که افغان ها امور خارجی خود را به دست دارن به دست خواهند داشت چیزی گفته نشده. بعد یک یادداشت اضافه ای در واقع جور شد، یک یادداشت تفاهمی به اصطلاح امضا شد که این هم اضافه شد به اسناد از او. به نظر من هدف انگلیس در او زمان و با تغییر سیاست های جهانی را هم در نظر بگیریم، در ایران شوروی و یا روسیه تزاری در اون زمان و انقلاب شده بود، دقیقاً تمام از اینا رو که شما در نظر بگیرید میبینید برای انگلیس مهمترین مسئله ای که میخواست حفاظت بکنه این بود که افغانستان در حوزه نفوذ از او یعنی اون طرف خط دیورند مداخله نکنه و این چیزی بود که طبق چند قرارداد و پیمان دیگر در واقع در هند اونا مداخله نکنه و این چیزی بود مسئله خط دیورند از زمانی که به اصطلاح در او معاهده امضا شد توسط چند معاهده دیگه هم در واقع تایید شد تا رسیدیم به صلح راولپندی. آیا چنینه که بریتانیکا میگه و یه در واقع شرحی شد در صحبت‌های آقای حکیمی شنیدیم که استقلال افغانستان در اون جنگ سوم به دست آمد، بریتانیا پذیرفت، بریتانیایی که در هند بود پذیرفت، ولی در این حال این یک رسمیت یافتن و تاییدی بود بر خط دیورند و این هزینه ای بود که افغانستان داد. با تاسف تاریخ چنین میگه و ما فکر میکنم که افغانستان یگانه کشوری نیست که در جنگ استقلال خود یا در اعلان استقلال خود هزینه می پردازد. کشورهای دیگه هم هزینه های به مراتب شاید سنگین تر پرداخته باشند. به طور مثال هند ما شما در نظر بگیریم، هند سرزمین عظیم ازش جدا شد، تو طرف در شرق بنگلادش امروزی، این طرف در غرب پاکستان و این خب هزینه هست می پردازند. در مقابل استقلال چنین هزینه های قابل انتظار است. تا در البته من نمیدونم واقعا جدا شدن بنگلادش و پاکستان رو میشه ربط داد به حادثه استقلال هند از بریتانیا یا این یک مسئله درونی بود که از اینجا شروع شد که مسلمان ها نمیخواستن تحت سیطره یک دولت در واقع از نظر اونها هندو باشن. این موضوع خوبیه، شاید یه موقعی در برنامه بشه پرداخت، ولی شما معتقد هستید که این از هزینه های استقلال بود، جدا شدن پاکستان و بنگلادش از هند، برای اینکه میخواد حرکت جدایی طلبانی در شبه قاره هند بر اساس مذهب کاملا یک حرکت تاخته و پرداخته شده از نظرم است برای تجزیه شبه قاره هند. بریتانیا دست داشت در تجزیه هند. خب بیایم به شرایط حال حاضر برسیم. شما فکر میکنید افغانستان مستقله، نماد استقلال که دولت متمرکز ملی مستقل هست، واقعا استقلال داره، استقلال سیاسی معنای کاملش؟ من فکر میکنم بله، من بیشتر برشمردم چیزایی را.
قانون اساسی افغانستان، بیرق افغانستان، اما تمام نشانه هایی را که یک دولت مستقل باید داشته باشد در تاریخ افغانستان داره. افغانستان داره. این که در شرایط خاص کنونی از لحاظ مسائل امنیتی از یک طرف یک بخش از اراضی افغانستان تحت حاکمیت دولت مرکزی قرار نداره یک سوال است، و در این زمان مذاکرات سال که انجام در حالت پیشرفت است حضور بالفعل نداره. ما فکر میکنم که در مسائل صلح چون این رویدادهای دور از امکان نیست. مثلا زمانی که عدم مشارکت یا در واقع دعوت نکردن از دولت افغانستان برای مذاکرات صلح. بله بله، تا یک زمانی چنین شاید صورت بگیره، به خاطر از اینکه طرف مقابل در نتیجه موضع‌گیری نسبتا یک دندگی یا فکر میکنیم گرفتن امتیازات و یا حتی میتونم بگم برتری که در مرحله خاص از مذاکرات میداشته باشه، او میخواهد جانب مقابله و موقفش ضعیفتر جلوه بده. اما یک واقعیت کاملا مسلم است که خود طرف مقابل هم میدانه، یعنی طالبا و کسانی که طالبا را حمایه میکنن، که هر هیچ گونه موافقه بدون حضور دولت افغانستان و قناعت دادن جانب دولت افغانستان ناممکن است. آیه حکیمی، اول ما یک توضیح بدم. من قبلا که گفتم به اصطلاح سیاستمدارای افغانستان همیشه با یک لحن عذرخواهانه در واقع حضور نیروهای خارجی را به اصطلاح توجیه میکنن، منظورم این نبود که به اصطلاح این نوعی عدم استقلال افغانستان نشان بده. من هم کاملا معتقد هستم که افغانستان استقلال داره و استقلال از او در واقع به نفع جامعه جهانیه. ولی در مورد از اینکه مثلا دولت افغانستان در مذاکرات حضور نداره، به نظر من ربط چندانی به استقلال نداره، به خاطر از اینکه شرایط افغانستان ایجاب میکنه که در بعض موارد امتیازهایی داده بشه و یا امتیازهایی گرفته بشه. در بعض موارد شما گاهی حتی از اون تعریف خودتان از یک مسئله باید پایین بیاین. در سرتاسر دنیا شده، مثلا در خود انگلیس وقتی که با آیاره میخواستن به اصطلاح صلح بکنن، هم مقاومت ایرلند شمالی، ایرلند شمالی بله، با اونها هم به هر حال امتیازاتی دادن و امتیازاتی گرفتن تا از بین برن. به نظر من اون چه که در بین طالبان و افغانستان و دولت افغانستان رخ میده بخشی از روند طبیعی مذاکرات صلح است، یعنی مذاکراتی که بین دو نیرو در حال انجام است، و لزوماً به معنای از این نیست که دولت افغانستان به اصطلاح استقلال نداره. و از یک طرف دیگه اگه حساب بکنیم، ما چیزهای حتی شدیدتری داریم، یعنی چیزهایی داریم که فکر میکنم استقلال دولت افغانستان رو حتی بیشتر میتونه زیر سوال ببره. مثل چی؟ مثلا فرض بگیریم در مورد خود تشکیل دولت وحدت ملی، کسی که باعثش شد وزیر خارجه امریکا بود، درست؟ خیلی از کنفرانس هایی که درباره افغانستان برگزار میشه یا به توصیه و یا با تسهیل کشورهای دیگه هست، و کشورهای دیگه مسلما منافع در افغانستان دارن. مهمترین منافعی که جامعه بین المللی در افغانستان داره مسئله امنیت است. یعنی اگر کشورهای اروپایی یا امریکا یا باقی کشورها برای افغانستان مصرف میکنن، دلیلشون این نیست که پس فردا مثلا برخلاف تئوری‌های توطئه‌ای که وجود داره که ما نمی‌فهمیم لیتیوم داره میخوان ببرن هزارها میلیارد، نه اون مسئله نیست. مسئله سر از این است که در جهانی که روز به روز خردتر میشه به خاطر گلوبالیزیشن، به خاطر جهانی شدن، وقتی که افغانستان امنیت دقیقاً مستقیما ربط میگیره به خیابان‌های لندن بله. و استکهلم. فقط بذارید من ببینم اون چه که اندکی پیشتر گفتید رو میتونیم دقیق‌تر بفهمیم منظورتون چی است. اینکه خیلی از تصمیم‌ها و سیاست‌هایی که توسط دولت افغانستان گرفته میشه ناشی از سیاستی است که دولت‌های دیگر، قدرت‌های جهانی اعمال می‌کنند، از جمله شما گفتید تشکیل دولت وحدت ملی بین آقای غنی و آقای عبدالله، متأثر از
تصمیم ها و راهبرد های کشورهای دیگه است. این فکر میکنید اونجایی که گفتید خدشه وارد میکنه به استقلال کشور؟ نه، من فکر میکنم هیچ خدشه‌ای وارد گفتید که یعنی حتی این مثال ها را این مثال ها هم که گفتم حتی شرایط بدتری از مسئله طالبان که یک چیز بین الافغانیه به قول خود ما، چیزهای بدتری هم وجود داره که ممکنه به نظر بعضیا برسه خب اگر سیاست داخلی مثلا شما از مسائل مثلا تساوی جنسیتی در افغانستان بگیرید تا حقوق بشر تا مسائل مثل آزادی بیان تا اینکه مبارزه با فساد، تمام از ایده هایی که از بیرون روی افغانستان فشار میاد، حتی نحوه مثلا اینکه اردوی افغانستان چه نوع سلاحی داشته باشه از بیرون تعیین میشه. چقدر نیروهای افغان تا حالا داد زدن که ما نیروی هوایی لازم داریم، ولی نیروی هوایی که برایشان داده شده چقدر محدود است و آن هم چقدر بعد از چند سال؟ آیا این دلیلی میشه که افغانستان استقلال نداشته باشه؟ به نظر من استقلال هنوز هم داره. من فکر میکنم که مثالی را که آقای حکیمی یادآوری کردن همش تایید کننده امو موقعیت نامناسب افغانستان در منطقه است. حاکمیت قدرت های خارجی بالای افغانستان به خاطر تحقق اهداف دراز مدت استراتژیکشان باعث از این میشه که اونا نفوذ خود بالای افغانستان تا مدت های طولانی دیگه هم نگاه بکنه. ولی کماکان در این اعتقاد آقای حکیمی که این معنی مستقل نبودن افغانستان نیست با شریک هستید. ولی پیش از پایان برنامه لازمه بپرسم که در دنیایی که به گفته ایشون داره کوچکتر و کوچکتر میشه و جهانی میشه و کشورها ناچارن بیش از پیش به هم وابسته باشن، یه مثالش همین صحبت امنیت در افغانستانه که اون چه که در افغانستان میگذره بر امنیت آمریکا تاثیر میگذره، برای همین آمریکا میتونه بگه این مسئله منه. در چنین جهان در هم تنیده‌ای واقعا استقلال لازم نیست به معناهای دیگه هم تغییر بکنه، نه فقط آمیختنش با هدفهای دیگه مثل آزادی، بلکه اصولا استقلال دیگه نه تنها بیگانه ستیزی نیست، بلکه جدا سری هم نیست، بلکه دور گرفتن هم نیست. آیا جامعه افغانستان آماده پذیرش این چیزهای جدیدی هست که جهانی شدن با خودش میاره، یا نه بومیگرایی اینقدر هنوز شدیده که واقعا تنش و بیگانه ستیزی کماکان حس میشه؟ خوشبختانه جامعه افغانستان آماده پذیرش هر نوع تغییر ناشی از جبر زمان است. هست واقعا؟ اگر هست. چنینه چرا یک جنبش میشه گفت تا حدی به حال طالبان ممکن است خیلی چیزا دست کشیده باشن، از خیلی جاها تفاوت کرده باشن، ولی کماکان یک جنبش بیگانه ستیز دیگه و نفوذ داره. اگر نفوذ نداشت که نمی جنگید این همه سال. خب در مورد طالبان من یک نظر خاص خود دارم. خوب شد که این فرصت مساعد شد که بگیم طالب باعث یک طالب افغان، من اینا رو نمیشناسم، باعث یک افغان مستقل. بنان موضع‌گیری طالب در رابطه با مسئله استقلال افغانستان نمیتونه که موضع‌گیری تمام افغان‌ها باشه. نمیتونه، ولی میتونه موضع‌گیری یه بخشی از افغان‌ها باشه. میتونه نقص داشته باشه. شما نظرتون چیه؟ ببینید، من فکر میکنم افغانستان آماده ای از این هست که به خصوص با توجه به نسل جدیدی که در افغانستان هست، آماده ای از این هست که تعریف خودش را از استقلال روزامتونه دقیقاً و میتونه اصلا باز تعریف بکنه کلاً. و همون چیزایی که شما گفتین، استقلال در دور زمان امروز نه تنها به بیگانه ستیزی ختم نباید بشه و در بیشتر کشورها چنین است، بلکه به بیگانه پذیرش بیگانه، به همپذیری اصلا ختم باید بشه. من هیچ مشکل نمیبینم که، من مطمئن هستم یک جوان افغانستان، حالا نمیتونم بگم مطمئن هستم، ولی کسانی را من دیدم که میگن اگر رابطه ما مثلا این مسائل سیاسی نباشه، من با یک ایرانی هیچ مشکلی ندارم، من با یک پاکستانی هیچ مشکلی ندارم. ما میتونیم. شما کسانی رو دیدید، ولی این چقدر تسری یافته در جامعه افغانستان؟ به نظر من خیلی تسری یافته به چند دلیل. یکی اینکه درست است ما میگیم که بخش بزرگی از مردم افغانستان به اینترنت دسترسی ندارن و مثلا من هر وقت مثال اینترنت میدم همیشه میگن همه دسترسی ندارن، ولی بخشی که باید دسترسی داشته باشن و تصمیم گیرنده های آینده افغانستان هستن بیشترشون دسترسی دارن. جوان های افغان
جوانهای تحصیل کرده‌ای هستند، تجربه خیلی زیادی دارند. به خصوص 20 سال گذشته ما جوانهای زیادی را داشتیم که در بیرون از افغانستان درس خواندن، بزرگ شدن و پس برگشتن. بخش بزرگی از اینا جایگزین سیاستمدارهای امروز ما میشن که متاسفانه مشکل سیاستمدارهای امروزی ما اینه که از نسل فعلی جدا افتادن، اصلا بریدن. شما از نسل جوان صحبت میکنید و نسل جوانی که تحصیل کرده است. من در همین لندن منزل یک فرد افغان جوان تحصیل کرده رفتم و دیدم در اتاق پذیراییش یک نقاشی بزرگ هست از سوارکارانی که معلوم بود افغانن بر اساس دستارهاشون و اینها حالت جنگی داشتن و داشتن میتاختن. وقتی راجع به این نقاشی صحبت کردیم دیدم که این فرد تحصیل کرده خارج دیده افغان با چه افتخاری از اینها صحبت میکنه. ایرادی در این نیست اگر این همراه بشه با تعاریف جدید گفته شما از استقلال، ولی برداشت من این بود که گذشته گرایی، بومی گرایی و متأثر از اینها بیگانه سیزی، یعنی اون سوارکاران از نظر این جوان افغان سوارکارانی بودند که ایستادن در مقابل بیگانه ها و این ذهنیت در وجود این شخص بود. و من سفر زیاد داشتم به افغانستان، این ذهنیت فقط ذهنیت اون شخص خاص نیست، خیلی قویه. بومیگرایی و گذشتگرایی خیلی قویه در افغانستان. من موافق هستم چیزی هست چنین به اصطلاح گذشتگرایی مسلما در بین مردم وجود داره، در بین سیاستمدارها هم وجود داره، ولی دو چیز رو نباید فراموش کنیم. یک، این بخشی از فرهنگ کل منطقه ماست. شما هر جای به خاطر اینکه همیشه در گوش ما خواندن که شما 5000 سال تاریخ دارید و در گوش ایرانی ها هم میره خواندن و مطمئن هستم در آسیای مرکزی هم میره گفتن در هر جایی که برید، کما اینکه تصور غالب اینه که سه تا جنگ بریتانیا و افغانستان در هر سه جنگ افغان ها پیروز شدن، در حالی که چنین نیست، در هر سه جنگ پیروز نشدن. و ببینید، و مسئله دومی رو که باید در نظر داشته باشین، یکی مسئله اینه که ما در فرهنگ خود به صورت دیرینه ای عادت ایده عادت رو داریم، و مسئله دوم این اینه که مایه نگرانی شما نیست. نه مسئله دوم اینه که ببینید این فرهنگ تقویت میشه. شما من مجبورم باز هم اشاره بکنم، به خاطر که چیزی که فرهنگ رو ترغیب میکنه رسانه هاست. شما وقتی که سخنرانی های پر از احساسات واقعا عوام فریبانه و یا عوامانه از طرف سیاستمدارهای افغانستان میبینید، شما فکر میکنید که او جامعه ای که به او سیاستمدار احترام میگذاره یا او توده ای که احترام میگذاره آیا باعث نخواهد شد که از رفتار از او تقلید بکنه؟ ما رشد نسل جوان افغانستان بسیار چی دارم، باور دارم اینا با دید جدید و با یک شوق و علاقمندی خاص در جامعه حضور دارن، هرچند محدودیت های متاسفانه نسبت به اوضاع نامساعد امنیتی و اقتصادی اینا را سخت زیر فشار گرفته، اما امید آینده را من در وجود از اینا میبینم. شما شاید خبر باشین که من به تازگی از افغانستان بازگشت کردم. ما با نسل های مختلف، چی جوان ها چی همسن سال خود، یعنی هم نسل خود و چی حتی کسانی که تازه به مکتب می رفتن دیدم، با اهل بازار دیدم، یک نوع امیدواری به خاطر زندگی بهتر در وجود همه دیدم. به طور مثال گروهی را دیدم که در انتخابات گذشته اینا هیچ نوع علاقه نمی گرفتن، نقش داشت اصلا شرکت نکرده بودن و حالا می گفتن به خاطر تعیین سرنوشت خود، به خاطر آینده کشور، ما در انتخابات بعدی ریاست جمهوری عملا میریم شرکت میکنیم و بر فلان آدم رای میدیم. ای خودش نمایندگی از یک طرف از رشد شعور سیاسیشان میکنه و از جانب دیگه علاقمندیشان به خاطر تغییری که امیدوار هستند که تغییر مثبت باشه برای جامعه این نشان میده. و در بر اختتام کلام خود میخواستم به تو عرض بکنم که در رابطه با استقلال انگیزی ملی بر افغان ها میده. اگر ما هر تعریف دیدم که بر استقلال افغانستان بتیم، ای فقط انگیزی ملی رو ما باز میتونیم که در اینجا خطر داره. مثلا جوان هایی که میگن میریم رای میدیم، این متاثر از این ذهنیت استقلال طلبانشون هستش. کاملا
کاملا و ناشی از اینکه میخوان بر سرنوشت خودشون حاکم باشن. من فکر میکنم که اتفاقا بخشی از مشکل ما انمی تعریف ما از انگیزه ملیه. اگر قرار باشه مثلا و من البته موافق نیستم، بخش بزرگی از جوانها به طوری که من مثلا مقاله ای از این نامه خانم صحبتی میبینم، شبکه‌های اجتماعی رو میبینم، بخش بزرگشان فکر میکنم به این دلیل میخوان رأی بدن که در روند سیاسی افغانستان شرکت داشته باشن و بتونن. ولی مسئله استقلال نیست، مسئله بیشتر اینجا مسئله از این است که نقش سیاسی خود را تعیین بکنن. مسئله داخلی است. وقتی شما استقلال میگین، استقلال شما در برابر بیرونی ها داریم. به نظر من بر بخش بزرگ از جوان ها مسئله بیرونی ها حل شده، مسئله نقش سیاسی اونا در مشارکتی که میخوان در سیاست داشته باشن. من فکر میکنم که همونطور بیشتر درس کردم، استقلال استمرار داره و تنها ما ایره وابسته به استقلال سیاسی نداریم. استقلال مخصوصا انگیزه های اصلی از رشد اقتصادی است و امروز ما شما در سطح جهان میبینیم که کشورهای بسیار بزرگ میرن به طرف استقلالیت بیشتر اقتصادی خود. ترامپ و دولتش یکی بله. از نمونه های بسیار برجستش است بله. با این خودش یک زنگ جدید است به خاطر روند جدید حرکت های بله. بزرگ اقتصادی که در پای خود شاید حرکت های سیاسی خیلی کوتاه آقای تاج، اگر همین تفکر ما ادامه داشته باشه ما به همون رشد اقتصادی که شما میگیم نمیرسیم. ما مجبوریم اول تعریف خود از استقلال تغییر بدیم تا برسیم به اونجا. ایشون گفتن که اونچه که در دنیای کنونی میبینیم واکنشی به جهانی شدن بله. از جمله در همین آمریکا اقتصاد حمایتی که پرزیدنت ترامپ داره در واقع پیش میبره نشانه در واقع میشه گفت که یه تعریفای جدیدی از استقلال که یه جوری مشارکت داره با اون تعریفای قدیمی که شما میگید دیگه. یعنی در جهانی که ما گفتیم رو به یکی شدن میره واکنش بهش هم هست دیگه، شاید در افغانستان هم وجود داره. دقیقاً وجود داره، ولی من فکر میکنم ما راه دیگری جز پذیرش این نداریم که ما مجبوریم با باقی کشورهای جهان با جامعه بین المللی ما روابطی برقرار بکنیم که در او روابط ما نمیتونیم خود برتربین باشیم. متاسفانه خود برتربینی بخشی از فرهنگ دیرینه ما افغان ها بوده و هنوزم مسئله که من میگم اینه، دامن زدن به این خود برتربینی یک ابزاریه که همیشه سیاستمدارها استفاده کردن و همیشه توده زیر تاثیر بوده و تا وقتی این ادامه پیدا بکنه برای ما استقلال هیچ چیز نیست به جز یک فرصت تبلیغاتی برای سیاست. خیلی ممنونم. به آخر پرورین هفته میرسیم. تشکر از اینکه پای این بحث نشستید و تشکر از مهمانهای برنامه همایون تاج و عزیز حکیمی. پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین ها به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. شب و روز بر همه شما خوش.